سلام با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 23 ماه سنبله سال 1392 هجری خورشیدی و 14 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. در آغاز سرخط چند خبر مهم. اشاره رئیس جمهور کرزی به نامزدی وزیر خارجه در انتخابات ریاست جمهوری. دیدار رئیس جمهور کرزی با اعضای تیم ملی فوتبال. نگرانی باشندگان هرات از بدتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت. مهلت یک هفته‌ای به حکومت سوریه برای ارائه فهرست ذخایر جنگ‌افزارهای کیمیاییش. و صادر شدن 20 کانتینر میوه‌های خشک افغانستان از راه بندر چابهار به هند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی نامزدی زلمای رسول وزیر خارجه را در انتخابات آینده ریاست جمهوری آشکار ساخت. آقای کرزی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه 13 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای میگوید که افغانستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری 2 یا 3 چهره مهم برای نامزد شدن خواهد داشت. و در این دیدار آقای رسول را یکی از نامزدان مهم انتخابات پیشرو گفته است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان احتمالی می‌خواهد که اگر واجد شرایط نامزد شدن نیستند خود را برای کسب شهرت نامزد نکنند. صالح سعادت گزارش می‌دهد. در این روزها هر نشست با گفتگوهای انتخاباتی کشانیده می‌شود، چنان که رئیس جمهور کرزی در دیدار با رئیس جمهور روسیه در حاشیه 13 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای درباره نامزدی شمار از چهره های مهم در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کرده است. آقای کرزی در این دیدار از نامزدی زلمای رسول وزیر امور خارجه در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. هرچند تا کنون 15 تن از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و بیش از 400 تن از نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی بسته های اطلاعاتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند، اما کمیسیون مستقل انتخابات از آن افراد که واجد شرایط نامزد شدن نیستند می خواهد که خودشان را نامزد نکنند، زیرا این کار تنها وقت کمیسیون را به هدر خواهد داد. افراد و اشخاصی که واجد شرایط نیستند و مواد قانون پورا کردن نمیتونند، نباید وقت کمیسیون، نباید وقت مردم افغانستان و نباید وقت ایروان دا ضایع کنند. با این معنا که هر کسی که واجد شرایط باشه و واقعا خواسته باشه که در این روند سیاسی رقابت کند و اوصاف و شرایط پوره کند، کمیسیون برشان چانس میده. روند توزیع بسته های اطلاعاتی برای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از روز 18 ماه سنبله آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از میان 400 تن از نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی که بسته های اطلاعاتی را زیر نهاد به دست آوردند، نزدیک به 33 تنشان زنان هستند. در حدود نزدیک به 15 نفر کاندیدای احتمالی بسته های معلوماتی را به دست آوردند و در 34 ولایت افغانستان در حدود 440 نفر از کاندیدای احتمالی با شورای ولایتی که 33 نفرشان خانم هستند این بسته های معلوماتی را به دست آوردند. بنابراین فکر میکنم که روند کند پیش نمیره، روند خوب پیش رفته و خوب پیش میره، به خاطر از اینکه اگر فرض کنیم در حدود 15 نفر برای ریاست جمهوری افغانستان کاندید داشته باشیم خیلی زیاد است. با این همه تا کنون بیش از 1,016,000 تن ثبت نام کردند که از این میان بیش از 28% زنان هستند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با توجه به هدفی که بیشتر از 40% درباره حضور زنان در انتخابات تعیین شده است، رقم ثبت نام کنونی زنان با این هدف همخوانی ندارد. از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است تا روند ثبت نام‌های رای دهندگان را در روستاها نیز گسترش دهد.
رئیس جمهور کرزی در 13مین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای میگوید که کشورهای منطقه نباید این انتظار را داشته باشند که ناتو، آیسف و یا هم ایالات متحده آمریکا هراس افغانی و تندروی را در منطقه ریشه‌کن سازد. شماره از اعضای احزاب سیاسی کشور این سخنان رئیس جمهور کرزی را گونه ای از آوردن فشار بر ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی میدانند و میگویند که رئیس جمهور با چنین اظهارات تلاش دارد از جامعه جهانی امتیاز گیری بکند. فشارها سوی برخی از نهادهای حکومتی و نهادهای خارجی سبب کندی تصویب قوانین شده است. وزارت عدلیه با اظهار این نگرانی از نقض قوانین در کشور میگوید که برخی از ماده های قوانین پس از سالها عملی شدن تغییر داده می شوند. این وزارت میگوید که آوردن تعدیل در قوانین کشور از سوی نهادهای داخلی و خارجی سبب شده است تا بسیاری از قوانین تصویب نشوند. این وزارت هشدار می دهد که نبود قوانین کارا و پایدار سبب خواهد شد تا مردم در برابر قانون در کشور بی‌پروا شوند. حازم آرش گزارش می دهد. نظم در یک جامعه بر چگونگی عملی شدن قوانین در آن جامعه نسبت داده می شود، چیزی که در افغانستان کمتر به آن توجه شده است. وزارت عدلیه نشست را برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای ترک‌کننده قانون و نهادهای عملی‌کننده قانون در کابل برگزار کرد. وزیر عدلیه با اظهار نگرانی از عملی نشدن شماری از قوانین در کشور بر هماهنگی بیشتر نهادهای داخلی و خارجی با این وزارت برای عملی شدن قوانین تاکید می‌ورزد. بچه‌ها هدفش همین است که ما همی ادارات همکاری ایشان جلب کنیم که اینا در تمام مراحل با قانون با ریاست تقنین همکار باشن. مقرره که بر طرح تایید مراحل قانونی ساخته شده در اون مقرره همی همکاری ها درج شده، اما متاسفانه مقرره همچنان تازه شده، ممکن است ادارات با اون درست رو نخوانده باشن، نسخه مسئولیت عملی بهشان تحویل درست نشده باشه. از سوی هم وزیر مشاور ریاست جمهوری میگوید که قوانین در کشور بیشتر از سوی مسئولان نهادهای حکومتی و زورمندان نقض میشوند. نه تنها قانون از طریق قشر پایین یا سطح پایین جامعه نقض میشه، که از طریق مسئولین ما هم نقض میشه متاسفانه و یک درد بسیار کلان است. در همین حال رئیس تقنین وزارت عدلیه میگوید که بیش از 30 قانون به علت فشارها از سوی برخی از نهادهای داخلی و خارجی تاکنون تصویب نشده است. در اصل شاید خارجی باشه، اما داخلی هستن که ما این گپ میگن به نمایندگی از ادارات خود. مثلا قانون ارزش مالیات بر ارزش افزوده، این مثلا رو ما گفته شده که اگر این قانون تایم رایل نشه با مشکل روبرو میشیم. با گذشت حدود 12 سال دیده می شود که هنوز هم یک هماهنگی میان نهادهای حکومتی برای عملی شدن قوانین در کشور وجود ندارد و نگرانی ها از نقص قوانین در کشور هنوز هم پابرجا هستند. شورای ولایتی و برخی از باشندگان هرات از وضعیت امنیتی این ولایت نگران هستند. رئیس شورای ولایتی هرات می گوید که اگر حکومت برای تامین امنیت در این ولایت تلاش جدی نکند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هرات با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که طالبان برای برهم زدن امنیت در این ولایت برنامه‌های گسترده داشتند، اما نیروهای امنیتی هرات از چندین حمله آنان جلوگیری کردند. جاوید زیارتجاهی از هرات گزارش می‌دهد. از دو ماه به این سو هرات رویدادهای جدی ناامنی را تجربه کرده است. کشته شدن نزدیک به 20 تن شامل سربازان اردوی ملی و پلیس در شهر توسط افراد مسلح ناشناس، کشته شدن 10 کارمند و انجینیر جاده سازی در ولسوالی کروخ هرات که مصروف برنامه‌های توسعه‌ای بودند، و نیز رو بودن و تیرباران کردن 4 انجینیر و 2 کارمند برنامه توسعه‌ای روستایی در ولسوالی گلران هرات از رویدادهای نگران کننده بودند. اما حمله گروهی مهاجمان انتحاری به کنسولگری آمریکا در هرات دیگر صبر و تحمل را از باشندگان این ولایت گرفته است. ما به عنوان ملت از دولت انتظار داریم که از تمام منافع ملت افغانستان و از جان و ناموس مردم افغانستان حمایت و حفاظت کنند. اما حکومت محلی و هم حکومت مرکزی میشود. او تا یک ایده و یک راهکار برای امنیت عمومی نداره. فعلا داخل را دوزای صحیح نیه، بخاطر از اینکه خود مامورین امنیتی که ما شما داریم به جدیت کار نمیکنن. امنیت اینی کسی امنیت نمیگیره، اول که خود ما میایم که چرده بر خرسه میکنه که یا یک انتحاری یا یک بم چیزی چرده بر ما نگذارم. رئیس شورای ولایتی هرات هم تاکید می‌ورزد که هیچ گونه پاسخی از سوی مسئولان امنیتی این ولایت بر این رویدادها توجیه کننده نیست.
من ایره نمیپذیرم که ما عملی های تروریستی را غیر قابل پیشگیری بدانیم. به هر حال امروز ما دستگاه استخباراتی بزرگ داریم و کمیت از اینا هم زیاد هست. اگر همچه موارد رخ میده و آنها احساس عجز میکنن، این برای ما قابل پذیرفتنی نیست. در همین حال فرمانده پلیس هرات میگوید که در دو ماه گذشته 70 در آسفکن توسط نیروهای امنیتی هرات کشته شدند و کماندوهای اردوی ملی 10 فرمانده این مخالفان را نیز در عملیات های خاص از پای در آوردند. تایلال امی قوی مسئله بود که امیرت کلی را مهار کرده و دشمن هم بود. هدفه که داشت با هدفه خود نرسیده. بعضی کسته خود و جنهی را که در سطح ولایت ما داریم ای را به شما او را در رقم بالا نشمارین. ای را به ولایت های دیگه شما مقایسه بکنید. اما آمار کشته شدگان رویداد حمله بر کنسولگری امریکا در هرات به 10 کشته و 33 زخمی افزایش یافت. پیش از این مسئولان آمار قربانیان این رویداد را 2 کشته و 18 زخمی اعلان کرده بودند. خانواده های این قربانیان با انتقاد از حکومت می گویند که نباید به هراس افکنان برادر خطاب شود. یا پروردگار باشه که صدا خور جری کنم به گوشه ای ملت. او پروردگار، یا پروردگار، با خدا اینا هم دست به دست هم دیگر داده یا چی بگیم؟ حکومت ناجوان مردانه ما به اون میگه برادر خطاب میکنه. پس ای کی بودی؟ دشمن تو بود؟ اگر دشمن تو بود از این کشور خارج کنود. وزیر امنیتی رو خوب باید تنادری تو مسائل تروریستی محاسبه نکرد. او دیگه مسائل است که باید آدم ببینه که اینجا ولسوالی ها برحال است، رفت آمد مردم است، مکتب شروع است، سرکا باز است، تجارت میشه. سرزی هم باید آدم اصلا محاسبه کنه که امنیت یک ولایت چطور است. گفته می شود تا کنون برخی از کارمندان افغان کنسولگری امریکا که در بخش تامین امنیت کار می کردند و در هنگام حمله گروهی انتار کنندگان در این نهاد بودند تا کنون ناپدید هستند. دانشگاه هرات که در نزدیکی این کنسولگری قرار دارد به علت شکستن شیشه هایش امروز را رخصتی اعلام کرد. تا اینجا این آخرین مکان است که توانستم به کنسولگری ایالات متحده امریکا در شهر هرات نزدیک شوم. با اون که یک روز از پایان حمله گروهی افراد انتحاری بر این کنسولگری گذشته است، اما تا حالا هم جاده برابر این نهاد بر روی ترافیک بسته است و تا کنون مشخص نیست که کنسولگری ایالات متحده امریکا در هرات چه زمان فعالیت‌هایش را از سر خواهد گرفت. احمد جواد زیارجاهی، تولو نیوز، هرات. و مجلس نمایندگان با ستایش از قهرمانی تیم ملی فوتبال کشور معاش 3 روزه اعضای این مجلس که بیشتر از 3 میلیون افغانی می شود را به تیم ملی فوتبال کشور داد. رئیس مجلس نمایندگان می گوید که قهرمانی تیم ملی فوتبال تمامی مرزهای سیاسی، زبانی و سمتی را شکست و احساس وحدت ملی و همپذیری را در کشور به میان آورد. در همین حال یک عضو مجلس نمایندگان به خاطر قهرمانی تیم ملی فوتبال کشور سجده شکر کرد. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. واشنگتن و مسکو توافق کردند تا حکومت بشار الاسد فهرست کامل ذخایر جنگ‌افزارهای کیمیاییش را تا یک هفته به جامعه جهانی ارائه نماید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که حکومت سوریه باید اجازه بررسی تمامی جنگ‌افزارهای کیمیاییش را به بازرسان بدهد. در همین حال باراک اوباما میگوید که هر گونه توافقنامه با حکومت بشار الاسد در پیوند با جنگ‌افزارهای کیمیایی سوریه باید قابل اثبات و مریال اجرا باشد. وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه که بروز شنبه در یک نشست خبری مشترک در شهر ژنو سخن می‌گفتند، از توافق واشنگتن و مسکو برای از بین بردن ذخایر جنگ‌افزارهای کیمیایی حکومت بشار الاسد خبر می‌دهند. جان کری می‌گوید که بازرسان برای بازرسی ذخایر جنگ‌افزارهای کیمیایی سوریه در ماه نوامبر سال روان میلادی به کارشان آغاز خواهند کرد و این ذخایر تا میانه‌های سال 2014 میلادی باید از بین برده
شوند. جان کری و سرگی لاوروف هشدار میدن که اگر حکومت سوریه در عملی کردن تعهداتش ناکام بماند، بر بنیاد فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از گزینه نظامی در برابرش کار گرفته خواهد شد. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از کاربرد جنگ افزارهای کیمیایی از سوی حکومت بشار الاسد در سوریه سخت انتقاد میکند. باراک اوباما میگوید که عملی شدن هر گونه توافقنامه درباره قرار گرفتن جنگ افزارهای کیمیایی سوریه زیر اداره جامعه جهانی باید تضمین گردد. من تکرار کردم چیزی را که به گونه عام گفتم که نیاز است تا هر گونه توافقنامه مریول اجرا و قابل اثبات باشد. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید گزارش گروهی از بازرسان این سازمان که قرار است در هفته آینده پخش شود تایید خواهد کرد که به روز 21 ماه گذشته میلادی در سوریه از جنگ افزارهای کیمیایی کار گرفته شده است. در حمله 21 ماه گذشته میلادی در دمشق 1429 تن کشته شدند و کاخ سفید و متحدانش به این باور هستند که در این حمله حکومت بشار الاسد از جنگ افزارهای کیمیایی کار گرفته است. اتهامی که حکومت سوریه آن را نمیپذیرد. و سیلاب‌های برخواسته از باران‌های شدید در ایالت کلرادوی آمریکا سبب بیجا شدن هزاران تن از باشندگان شهر بولدر این ایالت شدند. مقام‌های آمریکایی میگویند که این سیلاب‌ها با وجود برجا گذاشتن زیان‌های مالی تاکنون جان‌های 3 تن را نیز گرفتند. این مقام‌ها از ادامه عملیات نجات هم خبر می‌دهند. و بیننده های گرامی، به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. با این همچند خبر اقتصادی، برای نخستین بار 20 کانتینر میوه های خشک افغانستان از راه بندر شابهار به شهر ممبئی هند رسید. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند تلاش ها برای ترانزیت کالاها و ویژه صادرات میوه های تازه و خشک از راه بندر چابهار به هند آغاز شده است. بر بنیاد معلومات نخستین، این راه برای صادرات میوه های تازه کشور بیشتر مناسب است. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. وزارت تجارت و صنایع میگوید صادرات میوه‌های خشک کشور به ممبئی، بزرگترین مرکز بازرگانی هند و آن هم در زمان کم، سبب علاقه‌مندی بازرگانان افغان برای صادرات کالاهایشان از راه بندر چابهار شده است. این وزارت میگوید برای بررسی وضعیت راه چابهاری ایران تلاش‌هایش را آغاز کرده است و پس از این بررسی‌ها قرار است روند صادرات میوه‌های تازه کشور نیز از این راه به بازارهای هند و دیگر کشورها آغاز شود. افغان که هفته که من یو حیات لیگو چه اغوی در افغانستان ننیول تر چابهار پوره دغه لار ارزیابی که چه چوم رز منگ در صادرات در پاره بهتره ده، بلخصوص منگ آقا صادرات چه هندوستان تزی یا واردات در هندوستان نه، چه دغه لار ارزیابی که قیمت چومره ده، سرک حالت څنګه ده، مشکلات کوم ځکی دي، آیا په بنادرو کې چې ودریږي چومره وخت ریږي دغه اسه. مسئولان اتحادیه صادرکنندگان کشور با خوشبینی به صادرات میوه‌های خشک کشور از راه بندر چابهار میگویند نیازمندی برای فراورده‌های افغانستان در خارج بسیار زیاد است، اما رسیدن این فراورده‌ها به بازارهای جهانی از راه‌های نزدیک میتواند سود بیشتر برای بازرگانان به دست دهد. لا اوس هم د افغانستان تاجران د مال د انتقال په مورد مربوطه مارکیټونو ته، مورد نظر مارکیټونو ته د ترانسپورت له وجې نه مشکلات لري، هم زمینی هم هوایی. موږ په خلیج هیوادونو کې قوي مارکیټ لرو، اما په کومه طریقه دا مال ورسو په یقین سره چې هوایی ترانسپورت مشکلات دي. گفته نیست که پیش از این بازرگانان افغان فراورده هایشان را از راه بندر کراچی به بازارهای جهان صادر میکرد، اما گفته میشود به سبب وجود مشکلات در راه های پاکستان از یک سال بعد این سو بازرگانان در جستجوی راه‌های بدیل پاکستان برای صادرات کالاهایشان شدند. حاصلات بادام در ولایت سمنگان امسال 30% افزایش یافته است. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند با توجه به آب و هوای مناسب امسال، باغ‌های بادام در این ولایت رشد چشمگیر داشتند و شمار از باغداران حاصلات بادام امسال را در این ولایت به پیشینه گفتند. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل.
یک دلار امریکایی 56 افغانی با 80 پول، یک یورو 75 افغانی با 10 پول، یک درهم امارات 15 افغانی با 40 پول، 1000 روپیه هندی 880 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی با 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی. بیننده های گرامی، برای ارائه رویدادهای ورزشی همکارم میرسعید صدیقی اینجا در استودیو حضور یافته. آقای صدیقی سلام، جان سپاس از همکارم. خبرهای ورزشی را از فوتبال آغاز میکنیم، اما پیش از آن رئیس جمهور کرزی ضمن تبریکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور میگوید که به کوشش هایتان ادامه دهید. دولت افغانستان با تمام امکانات با شماست و مطمئن هستم که بازرگانان، سرمایه گذار و شهروندان کشور نیز با شما استاده می شوند. دولت هم با تمام امکانات خود پشت سرتان استاد می شه. ما مطمئن هستم که تجار و سرمایه دار و اونایی که داراستن در افغانستان توانی دارن، اونا هم پشتتان استاد می شه. مطمئنن که شما انشالله به زودی قهرمان آسیا شده و همونطور بریم به بازی های جهانی و انشاءالله و تعالی ببینیم که یک روز تیم افغانستان در بازی های جهانی بازی میکنه. بر بنیاد فرمان رئیس جمهور کرزی، با منصور فقیریار دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشور 1,100,000 افغانی یک باب آپارتمان دو اتاقه در پروژه وزارت شهرسازی در خواجه رواش و مدال غازی میر مسجد خان منظور شده است. در این فرمان برای هر یک از 19 تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور و یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال یک باب آپارتمان دو اتاقه، مدال غازی میر مسجد خان و مبلغ 100,000 افغانی پول نقد منظور شده است. و اینکه فدراسیون فوتبال و اتاق تجارت و صنایع افغانستان یک صندوق وجهی برای پشتیبانی از فوتبال کشور ایجاد خواهند کرد. این صندوق فردا به گونه رسمی در حضورداشت مقامات بلندپایه دولت، سکتورهای خصوصی، دیپلمات‌های خارجی و رسانه‌ها ایجاد. دفتر این صندوق در فدراسیون فوتبال کشور خواهد بود و یک برد 5 نفره مسئولیت تامین شفافیت، پیشرفت فوتبال و روند تشویق و سهمگیری در جمع‌آوری و چگونگی مصرف کمک‌ها را بر عهده خواهد داشت. فقط همی برای صندوق یک اکانت ایجاد میشه که تمام پولای کمک میشه شامل همی یک اکانت در دو بانک، بانک ملی و بانک ای آی بی هست، شامل ازی میشه و تمام مصرفی که میشه باید از طریق چک بوک اجرا شه. هدف از ایجاد این صندوق جمع‌آوری تمام کمک هایی که مردم افغانستان چی در داخل و چی خارج به خصوص سکتور خصوصی برای رشد فوتبال و به خصوص بر تیم ملی میکنه، جمع‌آوری از اینا و نظارت بر روند مصارف از اینا و تأمین شفافیت و مؤثریت در مصرف از اینا هست. کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال، شکریه بارکزای نماینده مردم در مجلس نمایندگان، شفیق الله گوهری کمیشنر لیگ برتر، قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت و یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال کشور، هیئتی هستند که از این حساب بانکی نظارت می کنند. فردا کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. برنامه های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار. شب بخیر.